حسن گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام به درخواست شما نازنینان شیرنی گاتا رو درست کنم. آرد 600 گرم، کره 150 گرم، بیکینگ پودر نصف قاشق چایخوری، وانیل نصف قاشق چایخوری، نمک نصف قاشق چایخوری، مایه خمیر یک قاشق چایخوری، تخم مرغ 3 عدد، زرده تخم مرغ 1 عدد، ماست 80 گرم، گردو 200 گرم، شکر 80 گرم، پودر هل نصف قاشق چایخوری. خب 600 گرم آرد معمولی رو الگ کردم. مایه خمیر، نمک، وانیل، بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنم و از این 80 گرم شکری که داریم رو یک قاشقش رو اینجا اضافه میکنم، کره رو اضافه میکنم، تخم مرغ رو اضافه میکنم، 2 عدد درسته و 1 عدد سفیده رو. 3 عدد در کل تخم مرغ دارم که 1 عدد زردش رو جدا کردم. ماست رو اضافه میکنم، اینو خوب ورزش میدم. خمیرتون اگر در عین ورز دادن چسبید خیلی کم، انقدر آرد بهش اضافه کنید و خوب ورزش بدید. اگر که مثل من بود که دیگه هیچ. ببینید چقدر میچسبید، هی ورزش دادم، اصلا نگاه نکردم که میچسبه نمیچسبه. دوستی که گفته بودین که بعد از استراحت خمیر من چرا صفر میشه، خب خیلی دلیل میتونه داشته باشه. یکی اینکه یک سر آرد بهش اضافه کردید، سفتش کردید، چسبیده نچسبیده، چسبیدن رو یکم تحملش نکردید. دیگه اینکه خمیرتونه که میذارید داخل ظرف، فروش رو با پلاستیک، سلفون، با یه همچین چیزایی استراحت بدید که خشک نشه. خب اینو به دلیل که مایه خمیر داره من نیم ساعت میذارم استراحت کنه. اگر که شما مایه خمیر نداشتید یا نخواستید یه مقدار بیشتر بیکینگ پودر اضافه کنید. اگه که یه وقتی بیکینگ پودر نداشتید یه مقدار بیشتر مایه خمیر اضافه کنید.
بعد از اینکه مای خمیر اضافه میکنید حتما استراحت لازم داره. بیکینگ پودر حالا 10 دقیقه رو استراحتش بدید خوبه، ولی در کل بیکینگ پودر بخواید به خمیرتون بزنید خیلی نیازی به استراحت نداره. اینو میذارم نیم ساعت، یه پلاستیک روش میکشم استراحت کنه. خب اینم بعد از نیم ساعت استراحت که به خمیرم دادم. یه مقدار آرد میزنم رو میز کارم، خمیر رو روش باز میکنم. خب بعد از اینکه خمیر رو به این اندازه بازش کردم، گردو و شکری که داشتم رو خورد کردم، هلو بهش اضافه میکنم. بعد می‌ریزم رو خمیرم، قشنگ پهنش میکنم که به همه جاش برسه. داخل همین کاسه گردو یه مقدار آب ریختم و میمالم به این لبه آخر که خمیر زمانی که لولش میکنم کاملا بچسبه. خب از همین اینجا شروع میکنم به لول کردن. هر بار که لول میکنم اینطوری یه مقدار فشار میدم. با یه همچین چیزی با چاقو هم میشه اینو برش میدم. خب به این ترتیب اینا رو آمادش کردم. یک عدد زرده تخم مرغ که داشتیم با یه مقداری خیلی کم زعفرانی دم شده مخلوطش کردم، میمالم رو این نونها یا شیرینیها یا هرچی که هست. همه رو به این ترتیب آمادهش کردم، میبرم میذارم داخل فرک 10 دقیقه قبل به درجه 250 سانتیگراد گرمش کردم. بالا پایین فرو روشن کردم و درجه فرو میارم رو 150. مدت پختش 15 تا 20 دقیقه هستش و میبرم که بذارم طبقه وسط فر. دوستان نازنینم شیرنی ها آماده شدن، امیدوارم که شما هم درست بکنید.
ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.